صحبت های احساسی و عاشقانه مسعود پزشکیان در مورد همسرشون 27 سال بعد از مرگ ایشون و همینطور خاطره جالب از دوران دانشجویی که در کنار همسرش بچه ها رو بزرگ میکردن با ما همراه باشید صحبت های مسعود پزشکیان و فیلم گیریه برای همسرش رو میبینیم و میشتنیم سلام سلام چطوری رفقا به کانال خودتون کانال میم تیوی خیلی خیلی خوش اومدید امیدوارم او حال احوالتون خوب باشه و اوضاع به کام باشه خب همونطوری که احتمالا در جریان هستید و توی این یکی دو هفته توی سخنرانی ها و مناظره های مختلف در مورد شنیدید آیا مسعود پزشکیان همسرشون حدودا 27 سال پیش به رحمت خدا رفتن و توی یه حادثه دردناک خودشون و پسر کوچیکشون از دنیا رفتن ولی خب هنوزم بعد از 27 سال از اون حادثه ای ترخ مسعود پزشکیان با صحبت کردن در مورد همسرش اشک به چشماش جاری میشه و همیشه به صورت عاشقانه و احساسی در مورد ایشون صحبت میکنه مسعود پزشکیان توی این 27 سال هیچ وقت دیگه ازدواج نکرد و به عشق همسرش پایبند موندش ایشون توی یکی از سخنرانیاش میگه تنها چیزی که امید من به زندگی بود و حلقه اتصال من به دنیا بود وجود همسرم بود بعد از مرگ اون دیگه من به هیچ چیزی نتونستم دلبستگی پیدا بکنم نه مادیات نه پست و مقام نه چیزهای دیگه که توی این دنیا وجود داره و همه چیز برای من بیارزش شد نمیدونم چه قسمتی بودش که خدا همسرم رو از من گرفت و اون حادثه تلخ اتفاق افتاد تنها چیزی که منو دنیا وابسته کرد یعنی بهش حالا بگم عشق میورزیدم و باش تو دنیا آدم خوش بود همزرم بود وقتی او رفت من این دنیا نه به پستش نه به پولش نه بودم به این مظاهرش هیچ کونه وابستگی نداشتم ولی به اون واقعا وابسته بودم و خب نمیدونم مسلحت چی بود که خدا از دست ما گرفت قبل از اینکه همسر اون از دنیا بره چهار تا بچه داشتیم و خب همراه همسرم یکی از پسران فوت کردن ماشین که چپ کرد اونایی که کنار به اصطلاح در بودن تو جاده سنگ بود سرشون مستقیم به سنگ در درجا فرک کرد پزشکیان و همسرش توی اوایل دهه 60 با همدیگه توی انقلاب فرهنگی آشنا شدن توی اون تایم هر دوشون پزشک بودن و استاد دانشگاه و آشنایشون برمیگرده به اون دوران اون زمان تازه بچه هاشون هم به دنیا اومده بودن و خردسال بودن و واسه همین هندل کردن بزرگ کردن بچه ها و مدیریت درس و دانشگاه و کار و بیمارستان یه مقدار برای هر دوشون سخت بود واسه همین برای اینکه عدالت رو رعایت بکنه خودش میگه با همسرم عهد کردیم که برای اینکه هر دومون هم به درس و دانشگاه و کار و زندگی و بچه ها برسیم روزهای هامون رو یه جوری تنظیم بکنیم که یه روز من کامل خونه باشم و به بچه ها و زندگی برسم و همسرم برشی و یک روز هم همسرم در خونه بمونه و من به شیفتم برسم که خب هم دوران سختی بود و هم خیلی خوب بودش و ما فرصت داشتیم که هم به کارامون برسیم و هم به زندگی و بچه ها پزشکیان چهار فرزند داره که متاسفانه یکی از فرزنداش تو همون تصادف رانندگی که همسرشون از دنیا میره ایشون هم از دنیا میرن چند وقت قبل توی یکی از برنامه های انتخاباتی مجری از پزشکیان در مورد اون حادثه تلخ پرسید و ازش خواست تا جزئیات ماجرا رو تشریح بکنه که پزشکیان نتونست کامل ماجرا رو تعریف بکنه و وسطای بازگو کردن خاطرش احساسی شد و اشک به چشماش جاری شدش دختر ایشون هم توی برنامه انتخاباتی که چند شب پیش توی صدا سیما داشتن در مورد تنها لحظه ای که پدرش گریه کرد و احساسی کرد صحبت کرد و گفتش که من خیلی اشک پدرم رو ندیدم ولی میتونم بگم آخرین باری که عشقهای پدرم رو دیدم همون دفعه بودش که در مورد مادرم صحبت میکرد و در مورد اون حادثه تلخ جایی که ایشون احساسی شدن رو میگین کجا بوده؟ فکر میکنم تو همین پخش صدا سیما بود که ایشون راجع مادرم صحبت کردن شاید بعد از مدت ها من اولین باری بود که گریه پدرم رو دیدم ایشون عاشق مادرم بودن ماشین چپ شده بود این تو زنه تو نداری که بچه هم گفتن اصلا تو زنه تو نیست اون اتفاقی که باید نیفته افتاد خدا رحمتشون میکنه شما بعد از این اتفاق دیگه هم ازدواج نکرد پزشکی ها مدعی هستش که توجه ویژه همیشه به زن ها داشته و این مورد رو میتونیم توی رفتاری که با دختر و همسر مرحومش داشته ببینیم و خاطراتی که این افراد از اون روزها بازگو کردن اون حتی توی جنبش زن زندگی آزادی که در سال 1401 هم اتفاق افتاد به حمایت از جنبش پرداخت و صحبت های عجیب و جنجالی رو در مورد محسا امینی انجام داد که توی یه ویدیو به صورت مفصل اون قضیه رو پوشش دادیم که اگه دوست داشتید میتونید تماشا بکنید ولی توی صحبت های جدیدی هم که توی کمپین های اتفا... انتخاباتیش انجام داد گفتش که ما سال به زن توی ایران ظلم کردیم و همیشه اونها رو در حاشیه قرار دادیم الان وقتشه که زن ها هم با مردها حقوق برابری داشته باشن و توی جامعه بیشتر به اونها بها بدیم و دیده بشن برخورد ما توی جامعه توی این سال ها اصلا با زنها اخلاقی و انسانی نبوده و باید برخوردمون رو عوض با. اون مشکل جامعه رو آموزش های دوران ابتدایی میدونست که از کودکی به بچه ها آموزش داده میشه که زن موجود کم ارزشی هستش و به عنوان جنس دوم باید توی جامعه شناخته بشه هم به زنها آموزش این اتفاق رو میدن و هم از سوی دیگه به مردها این آموزش ها داده میشه و تنها راه اصلاح جامعه هم اینه که آموزش هامون رو از همون دوران ابتدایی اصلاح بکنیم و بتونیم جوری رفتار بکنیم که مرد و زن از همون کودکی بدونن که جنس برابر هستن و هیچ تفاوتی بینشون نیست برخورد ما در جامعه با این قش اخلاقی نیست برخورد ما با این جامعه بر اینا در تئوری هم هرچی بگیم در عمل آنی نیست که باید باشه این نگاه ماست که باید اصلاح بشه و درست بشه و نهایتا باید برگردیم ببینیم ما چگونه در مدرسه محله مسجد اینا رو چجوری آموزش دادیم که به اینجا رسوندن و حتی در رابطه با نوع زندگی و سبک زندگی از مدرسه میشه اینا رو تغییر داد مدرسه ما هم به علت اینکه معلمینی که اونجا گذاشتیم باز آموزی ندارن حقوقی که بهشون میدیم کفاف زندگیشون نمیکنه تبعیضاتی که در نوع آموزش بین مقاطع مختلف است وحشتناکه در یه چنین وضعیتی خود این تبعیض باعث میشه ما آدمایی رو تربیت بکنیم که این آدمها وقتی میان تو جامعه عقده میشن با هم میجنگن با هم نمیتونن حرف بزنن کنار هم نمیتونن بشینن اینا از همون ریشهش از مدرسه داره شروع میشه و ما اگه بخوایم اینا درست بشه باید به ریشه ها بپردازیم رفتار و نگاه خودمون رو عوض کنیم و در عمل و در واقعیت بیایم با اینها برخورد کنیم چون تئوری گفتن کار خیلی ساده است و این چیزی است که باید در نظر گرفت خب رفقا حتما نظراتتون رو راجع به صحبت های آی پزشکیان در مورد همسرشون و صحبت های جنجالی که در مورد خانوم ها در جامعه ای ایران انجام دادن برامون تو بخش کامنت ها بنویسید یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید